سعید راد بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون بیش از 10 ماه هستش که توی بیمارستان بستری هست. با ما همراه باشید، راجع به وخامت حال سعید راد صحبت میکنیم و در مورد آخرین وضعیت این بازیگر از زبون دخترش مطلع میشیم. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب سعید راد بازیگر قدیمی کشورمون از حدوداً 10 ماه پیش توی بیمارستان بستری و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکانه. این خبر رو دختر ایشون خانم نگاه راد ساعتی پیش رسانه‌ای کردن و با اشاره به مشکلات جسمانی که برای پدرشون توی 1 سال اخیر به وجود اومده گفتن که از شهریور ماه سال گذشته سعید راد در منزل و به دنبال یک زمین خوردگی دچار مصدومیت شدن. بعد از مراجعه به بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفتن و بعد از اون از بیمارستان مرخص شدن و در منزل استراحت میکردن، ولی خب یه مدت که گذشت حالشون بد شد و حتی دیگه با واکر هم نمیتونستن راه برن. ایشون در ادامه توضیح دادن که روند بهبودی پدرشون ادامه داشت تا اینکه مجدداً مشکلی برای ایشون اتفاق میفته و پروتزی که توی عمل جراحی قبلی توی کمرشون کار گذاشته بودن خوب توی کمر قرار نمیگیره و دوباره آشکار میشه و بعد از مراجعه به بیمارستان ایشون دوباره مورد عمل جراحی قرار میگیره. این بار حدوداً 8 هفته تحت مراقبت ویژه و فیزیوتراپی مدام قرار میگیرن که متاسفانه علارغم تمام تلاشی که پزشکان داشتن و فیزیوتراپی های منظمی که انجام میدادن دیگه ایشون توانایی راه رفتن و حتی حرکت های ساده رو هم نداشتن. دختر سعید راد با اشاره به اینکه پدرش در حال حاضر 79 سال سن داره گفت به مرور از اواخر سال گذشته مشکلات دیگری همچون عفونت ریه و مثانه هم برای پدرم اتفاق افتاد و با اینکه مخالفت داشتیم من و خانواده‌ام، ایشون با رضایت خودشون مورد عمل جراحی قرار گرفتن که متاسفانه عمل ایشون موفقیت آمیز نبود. دختر سعید راد با اشاره به اینکه حدوداً 10 ماه است که سعید راد در بیمارستان بستری هستن گفت هم اکنون پدرم تحت نظر پزشک در یکی از کلینیک های تخصصی تهران در حال انجام مراحل درمانشون هستن، اما مدت 2 ماه است که روند درمان به خوبی پیش نمیره و حال پدرم رو به وخیمتر شدن هستش. نگاه راد از عموم مردم و علاقمندان به سعید راد تقاضا کرد و برای سلامتی این بازیگر سینما دعا بکنن. ایشون گفتن در طی این مدت علاقمندان و سینماگران و حتی خانه سینما پیگیر وضعیت درمانی پدرم بودن. من از همه این دوستان سپاسگزارم. بنا به خواست ایشون و خانواده تا کنون خبر و تصویری از سعید راد منتشر نکردیم، ولی الان از همه مردم میخوام که برای سلامتی و بهبود حال پدرم دعا بکنن. سعید راد بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون متولد 4 آبان 1324 در شهر تهران هستن. ایشون قبل از انقلاب دیپلم گرفتن و وارد دانشکده کشاورز شهرستان کرج شدن، ولی بعد از چند ترم درس خوندن انصراف دادن و از 24 سالگی جلوی دوربین رفتن. سعید را 2 بار تا به الان ازدواج کرده که هر 2 بار رو هم طلاق داده و از همسرشون جدا شدن. همسر دوم ایشون نوشافرین بازیگر و خواننده معروف دوران قبل از انقلاب هستن. جالب بدونید که اسم کامل سعید راد احمد سعید حقیقت پرست راد هست که توی محله 8 گنبد حسن آباد تهران به دنیا اومد. پدرش افسر نیروی هوایی و مادرش خانه‌دار بود. خانواده ایشون به جنقان استان چهارمحال بختیاری برمیگردن و پدرش از اعضای حزب توده و یه سیاسی تمام عیار قبل از انقلاب بودش. ایشون دوستی نزدیکی با امیر نادری عکاس فیلم فاتحین صحرا داشتن که در سال 50 باعث شدش سعید راد اولین تجربه بازیگریش رو بدون هیچ آموزش و پیش زمینه‌ای به دست بیاره. سعید راد بعد از این فیلم در فیلم خداحافظ رفیق و الکی هم جلوی دوربین رفت و در سال 51 در فیلم مردی در طوفان و کافر و طغرل و صبح روز 4 روم و صادق بازی کردش.
سعید راد از سال 50 تا سال 57 که انقلاب اتفاق افتاد در 35 فیلم سینمایی بازی کرد که خیلی از اونها هم آثار شاخصی بودن. به واسطه فیزیک خاص بدنی و هیکل ورزیده و همینطور چشمان آبی که سعید راد داشت خیلی مورد توجه کارگردان‌ها و حتی علاقمندان به سینما قرار گرفت. توی سال 60 سعید راد بعد از انقلاب در 37 سالگی برای اولین بار با فیلم مرز به کارگردانی جمشید حیدری کنار داوود رشیدی و آهو خردمند به عرصه بازی در سینما برگشت. ایشون در سال 63 در 7 فیلم دیگه ایفای نقش کردن تا اینکه همین سال با فیلم عقاب‌ها به اوج شهرت رسیدن و محبوبیتش حتی از قبل از انقلاب هم بیشتر شد. همونطور که گفتم سعید را دو بار ازدواج کرده. در ازدواج اولش که توی دوران جوانی اتفاق افتاد از همسرش صاحب یه دختر و یه پسر شد که در حال حاضر هر دوشون در کانادا هستن و به صورت کوتاه مدت میان ایران و بر میگردن کانادا. در حال حاضر که سعید راد دچار این حادثه شده و توی بیمارستان هستش دخترش کانادا رو رها کرده و به ایران برگشته حدوداً یک سالی هست. اما سعید راد بعد از جدایی از همسر اولش در سال 54 وقتی که 28 ساله بود برای بار دوم با یکی از همکارای معروف خودش به نام خانم نوشافرین که توی اون زمان هم بازیگری میکرد و هم خواننده مشهوری بود ازدواج کردش. جالبه که بعد از ازدواج با خانم نوشافرین بچه های سعید راد رو هم خانم نوشافرین بزرگ کرد، ولی خب این دو نفر هیچ بچه مشترکی از همدیگه ندارن. نوشافرین بعد از 17 سال زندگی با سعید راد تصمیم به جدایی از اون میگیره که حواشی و داستانهای زیادی هم داشته ماجرای طلاقشون که توی ویدیو نوشافرین به صورت کامل براتون توضیح دادم که اگه دوست داشتید اون ویدیو رو هم تماشا بکنید. سعید راد به خاطر شهرت باور نکردنی که بعد از فیلم عقاب ها به دست آورد با اعمال سلیقه مدیران اون موقع تصمیم گرفتن که اون رو برای مدتی ممنوع کار بکنن. بعد از ممنوع کار شدن سعید را تصمیم گرفتش که به خارج از کشور مهاجرت بکنه و چند سالی رو در خارج از کشور بود تا در نهایت در سال 78 وقتی که 55 ساله بود دوباره به ایران برگشت و بعد از سالها دوری از سینما در فیلم دوئل احمد رضا درویش در سال 82 ایفای نقش کرد که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. سعید راد به شدت ورزشکار هستش و حتی تو این سن و سال هم ورزش رو رها نکرده. اون یکی از طرفدارای دو آتیشه تیم پرسپولیس هست و خیلی از بازی‌های پرسپولیس رو حتی به استادیوم هم میره. جالب بدونید سعید راد حتی توی 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ هم حضور داشته. خودش در این باره میگه من در مناطق جنگی جز گروهی بعد از هر بار پاتک زدن عراقی‌ها زخمی‌ها و مصدوم‌ها رو به عقب می بردیم و براشون دارو و یخ تهیه می کردیم. ولی خب خودم به عنوان رزمنده و افسر نظامی جنگ نکردم. با آرزوی سلامتی برای این بازیگر خوب کشورمون حتما نظرتون رو راجع به سعید راد و فیلم های متعددی که قبل و بعد از انقلاب بازی کرده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. اگه با فیلم های این هنرمندم خاطر دارید فیلم مورد علاقتون رو به ما بگید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.